برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. نگهبانان ساحلی ایتالیا اعلام کردند که اجساد دست کم 9 مهاجر از جمله یک کودک را در آب‌های جزیره لامپدوسا پیدا کردند. 22 مهاجر دیگر یک کشتی غرق شده که قربانیان نیز سوار آن بودند توسط نگهبانان ساحلی نجات داده شدند و جستجوها برای یافتن 15 مهاجر دیگر که گفته می‌شود در این رویداد ناپدید شدند ادامه دارد. نگهبانان ساحلی ایتالیا روز پنجشنبه 11 آوریل در خبرنامه گفتند که کشتی حامل این مهاجران روز چهارشنبه در پی آب و هوای نامساعد و امواجی به بلندی 2.5 متر در 55 کیلومتری جنوب شرق جزیره لامپدوسا غرق شده است. رئیس پلیس راه ایران از جان باختن 70 نفر و مجروح شدن و مصدوم شدن 2223 نفر در تصادف‌های تعطیلات عید فطر از 21 فروردین تا 24 فروردین خبر داد. وی در ادامه گفت خوشبختانه شاهد کاهش آمار جان باختگان تصادفات به میزان 63% بودیم و همچنین شمار مصدومان تصادفات هم 17% کاهش یافته است. فرمانده پلیس راه ایران همچنین درباره حجم ترافیک بالای مسافران در برخی استان‌ها گفت بیشترین انباشت را در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی را شاهد هستیم. وی همچنین افزود متاسفانه نزدیک به 44% تصادف‌های جاده‌ای در ایران به علت عدم توجه به جلو است که بخشی از آن به علت استفاده از تلفن همراه هین رانندگی است. هشت سازمان غیر دولتی از جمله عفو بین الملل از آغاز روند قضایی برای درخواست تعلیق تحویل تسلیحات از فرانسه به اسرائیل خبر دادند. این سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها با صدور بیانیه‌ای هشدار دادند با انجام این کار فرانسه قوانین بین المللی را در خصوص پیمان تجارت تسلیحات نقض می‌کند و خطر شریک شدن در نقض قوانین بین المللی از جمله جنایات جنگی و نسل‌کشی احتمالی را دارد. اقدامات مشابهی نیز در بریتانیا، آلمان و آمریکا از سوی برخی از دولت مردان، حقوقدانان، سیاستمداران و وکلای حقوق بشری برای قانع کردن دولت‌های این کشورها به منظور توقف موقت ارسال تسلیحات به اسرائیل صورت گرفته است. بیش از 25 هزار نفر در ایران به بیماری پارکینسون مبتلا هستند. همزمان با 11 آوریل مصادف با روز جهانی پارکینسون مشخص شده است که تعداد بیماران پارکینسون در ایران 40% بیشتر از میانگین جهانی است. پارکینسون دومین بیماری شایع مغز و اعصاب پس از بیماری آلزایمر در جهان است که بیشتر موارد ابتلای آن از سن 50 سال به بالاست. در ایران بیماران مبتلا به پارکینسون با سن پایین تر از 50 هم وجود دارد و احتمالاً تا 20 سال آینده حدود 1 میلیون نفر در ایران به این بیماری مبتلا خواهند بود. به دلیل محدودیت واردات داروی خارجی و توزیع آن برای این بیماران در ایران و تأثیر کم داروهای ایرانی برای کنترل این بیماری سبب شده است، کادر درمان در ایران نتوانند از نظر دارویی به طور کامل بیماران را پوشش دهند.